شهرستان تهران به خاطر ویژگی‌های منحصر به فردی که داره تقریبا به طور متوسط روزی 1.5 تا 2.5 میلیون نفر جمعیت بهش وارد میشن. خب یعنی جمعیت ثابت تهران 8.5 تا 9 میلیونه، ولی شما روزانه تا 11.5 میلیون نفر هم بسته به روزش جمعیت وارده. خب به همین اندازه افراد همراه خودشون خودرو وارد میکنن و این اتفاقات میفته. یکی از بزرگترین معضلات شهرستان تهران همین آلودگی هواست و شاید یکی از سخت‌ترین مسائل و یکی از جدی‌ترین معضلات تهرانه که باید حتما دستگاه‌های کامل بیان پای کار. خب یعنی من با تمام توان بیام، بحران با تمام توان بیاد، فلان اداره که مسئولشه با تمام توان بیان، با تمام توان عملیاتی نگفتمانی، چون با گفتمان خیلی کار حل نمی‌شود، باید عملیاتی بیایم. وقتی عملیاتی بیایم تلاش می‌کنیم که کارمون رو انجام بدیم و وقتی کارمون درست انجام بشود مردم هم به منفعتی که از کار تیمی ما حاصل می‌شود خواهند رسید. ما تقریبا به محض اعلام یا اصلا تلفن‌های ما بیشتر خود به خود زنگ می‌خوره، اصلا نیازم به اعلام کمیته استراحت نیست که اوضاع خوب نیست، مردم خودشون زنگ می‌زنن و از ما استمداد می‌طلبن. در این چند روز هم ما تعداد مأموریت‌هامون بیشتر شده واقعا به خاطر همین آلودگی هوا و از دوستشون تعداد زنگ‌های ما بیشتر شده، تعداد تماس‌ها و درخواست‌های کمک و یا مشاوره‌های ما بیشتر شده و ما در با تمام توان و با تمام کدهای عملیاتی موتور آمبولانس و خود آمبولانس ما در خدمت همه مردم هستیم. تقریبا ما بین حدود 15 تا 35 درصد در روز ممکنه عملیاتمون چیز داشته باشه، افزایش داشته باشه، به محض بسته به شرایط و میزان امدادخواهی ما بین 15 تا 35 درصد بله در شرایط آلودگی هوا ممکنه ماموریتمون افزایش داشته. با کرونا هم قاطی شده، بعد ماموریتامون کلن افزایش پیدا کرده. ما الان تقریبا روزانه گاهی اوقات تا 21 هزار تماس تلفنی رو جواب میدیم. با توجه به بحث آلودگی هوا و افزایش عملیات های کرونا، بیشتر بیمارایی که مثلا رجوع پیدا میکنه فکر کنم قلبی و تنفسی اینا هستش. بعد مرگ روزانه تعدادش مثلا خاص بوده یا مثلا ببینید تعداد مرگش رو اگه بخوایم باید این آمار شد دقیق از پزشکی قانونی سوال بکنیم، چون مرجع اعلام مرگ اینچنینی داخل بیمارستان ها چون همه پزشکانی ارجاع داده میشن اون است. ولی قاعده قضیه اینه که حتما افزایش پیدا میکنه، چون تعداد ماموریت های ما که افزایش پیدا میکنه به واسطه اون افراد اداره سیستم های نقص ایمنی و از اون داره بیماری زمینه ای و اینها در معرض شدید بیشتر بیماری هستن و ممکنه برگشت ناپذیر باشه. قطعا این اتفاق خواهد افتاد. ولی اجازه بدید که من آمار ندم خدمتتون، چون آمار دقیق رو فقط پزشکی قانونی داره و به نظر من باید آلودگی هوا رو در کنار سیل و زلزله در تهران به عنوان جزء خطرهای درجه اول استان تهران و خود شهرستان تهران حتما باید بذارن و با ریسک منیجمنتش رو هم بنویسن که اتفاق بیفته. ببینید ما تقریبا تو مناطق 10 و 11 و 12 و 6 و 7 و 13 و 14 و 16 این مناطق تقریبا مناطق مرکزی ماست دیگه. خب بیشتر تمرکز خودروها تو همین حوزه ها اتفاق میفته. خب و بیشتر تجمعات تو همین حوزه ها اتفاق میفته، بنابراین آلودگی ما توی مناطق بیشتر هست و بیشتر هم توی مناطق ما به ماموریت اعزام میشه. جزء تشکیل دهنده و مهم کار اورژانس نیروی انسانی شد. شما بدون نیروی انسانی نمیتونی کار بکنی. شما به خاطر اینکه چراغ یه پایگاه 24 ساعته روشن باشه و بتونه خدمات بده، بدون اجرای قانون بهره وری به 9 نفر پرسنل نیاز داری. 9 نفر پرسنل عملیاتی، یعنی نه خدماتی نه هیچ، به 9 نفر. و اگر قانون بهره‌وری رو که مصوب مجلس هست و دیوان عدالت هم رأی داده، رأی وحدت روی هم هست و ما باید حتما اجرایش بکنیم، هر پایگاه نیاز به 13 تا نیرو داره.
ما الان نیروی عملیاتی تو 224 تا پایگاه ما 1780 تا داریم. تقسیم بر 224 کنیم ببینیم متوسط سرانه نیرو من بر هر پایگاه چقدر در میاد. تقسیم کنیم چقدر در میاد؟ تقریبا در میاد 6 خورده. اگر من جمع و ضرب تقسیمم درست بوده باشه. اصلا برای هر پایگاه یعنی 226 تا پایگاه هر پایگاه 3 تا نیرو کم داشته باشن فقط به خاطر اینکه بازم میگم اون قانون اجرا نشه ها. خب چند؟ 7 یعنی دو تا پایگاه دو نفر کم داره. یعنی نزدیک به همین حالاش همین حالا خدمت شما 500 تا نیرو کم داره. 500 دو تا که فقط بخوام پایگاهم سرپا نگه دارم. خب طبق برنامه قانون برنامه ششم توسعه هر 20000 نفر باید پایگاهی داشته باشن. هر 20000 نفر جمعیت باید یه پایگاه داشته باشیم. اگر جمعیت تهران رو 9.5 میلیون نفر در نظر بگیریم چند تا پایگاه میشه؟ تقریبا نزدیک به 475 تا پایگاه میشه. ما الان از برنامه ششم توسعه نزدیک به 240 تا پایگاه عقبیم. 250 تا پایگاه عقبیم. اگر اون 11.5 میلیونه رو حساب بکنیم میشه 550 تا. پس تقریبا 330 تا پایگاه عقبیم. حساب کن هر پایگاهی بیاد مثلا در روز 10 تا عملیات انجام بده ما 200 تا پایگاه کم داشته باشیم 200 تا 10 تا میشه 2000 تا ما در روز عملیاتمون رو از دست میدیم. بلد از این آنجا؟ پس کمبود نیروی انسانی کاملا تهران یه شهر منحصر به فرد تو کشور کمتر کسی توی کشور زندگی میکنه که حالا یا شرایط اقتصادی یا شرایط کاری یا شرایط بیماری اون رو به تهران نکشونده باشه. کمتر کسی کارمندی هست بگه من تهران نرفتم، کمتر کاسبی هست که بگه من پام به تهران نرسیده، کمتر بیماری هست که بگه من تو تهران نیومدم. پس بنابراین تهران مرکز ثقل هم سیاسی هم اقتصادی هم فرهنگی و هم اجتماعی ایران و هم به نوعی امورای جهان اسلامه. پس باید ویژه دیده بشه. به نظر من تهران مظلومتر از خیلی از استانها واقع شد و اورژانس باز هم مظلومتر از همه واقع شد. من عرض کردم خدمت شما ببینید هزینه یک زندگی کارمند توی تهران به مراتب بیشتر از تو شهرستان ها. شما الان بخوای یه سرپناه برای خانواده تو تهران یه 50 متری یه 40 متری بخوای تو تهران یه 60 متری دیگه بدیهیات زندگی ابتدایی هر انسانیه. آیا قادری تو هر منطقه بتونید مثلا با اون حقوق اندک بتونی بگیری؟ یه کارمند الان توی اورژانس بیس حقوقیش بین 8 تا 11 تومنه، یعنی بسته به سابقه کارش، میزان اضافه کارش و اون مزایایی که دریافت میکنه بین 8 تا 11 تومن. شما میتونید توی همین جایی که من و شما نشستیم خونه با اجاره زیر 6 تومن 7 تومن پیدا بکنی؟ میتونید؟ وقتی این فرد همسر نداره، فرزند نداره، اون نباید زندگی بکنه، اون نباید برای خودش کاری انجام بده. بنابراین ما هیچ چاره ای نداریم در استان تهران جز این که بیایم نیروی بومی تربیت بکنیم. بنابراین تهران باید نگاه ویژه و جدی بشود. باید دانشگاه‌های بزرگ تهران مثل ایران، مثل شهید بهشتی، مثل تهران، مثل بقیت الله، مثل دانشگاه ارتش همه بیان پای کار و برای حوزه فوریت‌های پزشکی در استان تهران نیروی بومی تربیت بکنند. اگر ما در سال کمتر از 500 تا نیروی بومی برای تهران تربیت بکنیم مطمئن باشید دو سال بعد سه سال بعد به بنبست بسیار جدی خواهیم خورد در حوزه نیروی انسانی. به علت کمبود نیروی انسانی واقعا پایگاهمون تعطیله. واقعا مردم تهران شایسته بهتر از اینا هستن. حق مردم تهران این نیست که پایگاهشون تعطیل باشه. حق مردم تهران نیست که زیر سایه پایتخت بودن خدمات اولیه که حقشون رو بهشون داده نشه. من دو تا پیشنهاد کردم. یک، نیروی طرحی برای ورود به استان تهران فقط و فقط مرد در رشته‌های مورد نیاز ما مثل پرستاری، مثل
اتاق عمل مثل هوشپری و مثل فوریت‌های پزشکی فقط و فقط برای اورژانس باز بشه. الان می‌دونید که نیروی تحریر ورودش به تهران ممنوعه. اینو ما درخواست کردیم که فقط برای اورژانس باز بشه. من حتی اینو با معاون درمان وزارت بهداشت پیشنهاد کردم و خواهش هم کردم که این کار اتفاق بیفتد تا ما بتونیم پایگاهمون رو روزانه باز نگردیم و بتونیم افزایش بدیم در محدودایی که ما واقعا بعضی وقتا در بعضی از ساعات شبانه روز در بعضی از مناطق به بحران برمی‌خوریم که عین تمام کدهای ما در آن واحد در ماموریتن و ما مجبوریم برای انجام عملیات خدمت رسانی به مردم از کدهای همجوار اون مناطق وارد اون فضا بکنیم و خدمات بدیم. دانشگاه‌های ما بیان پای کار، باید بیان فوریت‌های پزشکی رو راه بندازن، باید دانشجو بگیرن، باید تربیت بکنن و باید هم بومی بگیرن که بومی که تو تهران زندگی میکنه با شرایط زندگی، هزینه‌های زندگی تو تهران کاملا آشناست و محیط رو میشناسه و میتونه خدمت بهتری بده از اونی که مثلا از فلان شهرستان بیاد مناطق رو بلد نباشه و بخواد مثلا 6 ماه وقت بذاره مناطق رو یاد بگیره. درست شد. بنابراین باید بریم به این سمت و ما حتما توی برنامه 10 ساله باید برسیم به نرم کشوری و نرم برنامه 6 ماه توسعه مون که باید ظرف 4 سال برسیم، 5 سال برسیم. ما باید تو 10 سال نیرو تربیت بکنیم تا اون بیسه تامین بشه، تا اون پایه تامین بشه، بعد سال به سال بیاریم حالا بگیم به تعدادی که دارن بازنشست میشن، دارن از چرخه عملیات خارج میشن، کارمون خیلی سخته.